و ما گزارش های غیر رسمی از کشف چند جسد در دریاچه های سدها و رودخانه ها در چند منطقه ایران حکایت دارد. بعضی از کاربران شبکه های اجتماعی گفتند که این اجساد متعلق به کشته های اعتراضات آبان ماه است. تعدادی از این اجساد در استان کردستان پیدا شده. یک جسد هم در رودخانه کارون اهواز کشف شده. همکارم جیار گل در استودیو با ماست و جزئیات این خبر رو دنبال کرده. تا اینجا چه گزارش هایی منتشر شده جیار؟ رانا از چندین منبع متفاوت گفتن در روز جمعه دنبال جسد یک نفر که تو سد سننده، سد قشلاق یا به سد وحدت که نام سد وحدته اونجا میگشتن که پنج جسد پیدا کردن و معتقد هستن این افراد، حتی اسم این افراد رو گفتن، ما نمیتونیم اسم اینا رو ذکر کنیم چون که مشخص نیست واقعا بتونیم با قاطعیت تایید بکنیم که این افراد همون اشخاصی بودن که اسمشون اومده. میگن این افراد از زمان تظاهرات مفقود بودن و پیدا شدن. همچنین در مریوان هم گفتن اونجا هم در یکی از دریاچه زیربار مریوان یک نفر، جنازه یک نفر پیدا شده. خیلی سخته به آدم بتونه با قاطعیت بگه که چقدر این صحت داره، اما من فقط این رو بهتون بگم، یک مأمور نیروی انتظامی صحبتی داشت با ما، میگفت که بهشون خبر دادن یک جنازه در اطراف یکی از روستاهای کوههای اطراف سنندج پیدا شده. اینا وقتی که میرن اونجا جنازه رو، یک جوون بوده و میگفت آثار شکنجه روی بدنش بوده و معتقد بود که این جنازه شخص پیدا شده قبل از مرگش مورد شکنجه قرار گرفته و به احتمال بسیار زیاد یکی از افرادی بوده که در جریان تظاهرات‌های چند هفته پیش مفقود شده بود. و این مأمور بسیار با ناراحتی با ما صحبت میکرد، میگه میخواد از ایران حتی بزنه بیرون، ماهی 3 میلیون تومان بهش میدن. بزرگترین شاهد بزرگترین جنایت چیزی که میگفت بوده. به همین جهت این گونه داستان ها در خیلی از مناطق ایران شنیده میشه. همونجوری که گفتم تایید این موضوع بسیار مشکله و خیلی از خبرنگاران داخلی و افرادی که ما میشناسیم جرأت ندارن صحبت کنن به خاطر اینکه ممکنه تلفن اونها یا حتی فضای مزاجی مثلا که استفاده میکنن مورد کنترل باشه. چرا عکس های منتشر شد که البته قابل پخش نیست و قابل تایید هم نیست از جانب بی بی سی، که به نظر میاد که این جنازه هایی که پیدا شده دستاشون هم بسته شده بوده از پشت. دقیقاً این افرادی بودن که انداختنشون تو آب و به نظر میرسه سناریویی که فعالان حقوق بشر میگن، این افراد رو دستگیر کردن احتمالاً در اون موقع، یا بعضی از این افراد احتمالاً زیر شکنجه کشته شده یا اصلا اعدامشون کردن خالد خارج از سیستم و به خاطر این جنازه رو، یا این جنازه رو حفظ کردن که یه مقدار از این تب و التهاب تظاهرات بخوابه و آروم آروم این جنازه ها رو مسئولیتشون قبول نکنن و بندازن تو کوه ها و تو دره ها و تو رودخانه ها و دریاچه ها. به همین جهت داستان های همینجوری که گفتم متاسفانه مشابه زیاد شنیده میشه. متشکرم جیار گل. همونطور که جیار هم گفت امکان تایید این خبرها بسیار دشواره، ولی اگر که از بستگان افرادی هستید که در اعتراضات اخیر به هر دلیلی بازداشت شدند یا کشته شدند با ما تماس بگیرید و رسانه ها رو در جریان قرار بدید. تایید کشته شدن دست کم 304 نفر در جریان اعتراضات اخیر ایران. عفو بین‌الملل میگوید نیروهای امنیتی معترضان غیر مسلح را به قصد کشتن به گلوله بستند. دارن میکشن اینجا بی‌ناموسا. ادامه بازداشت ها یک ماه پس از شروع اعتراضات. بازداشت شدگان از بدرفتاری در زندان میگویند. هوای ناسالم برای همه گروه های سنی. در چند استان ایران 1500 نفر راهی اورژانس شدند. و 12 کیلومتر پیاده روی در روز. حکایت پدری در شرق افغانستان که برای تحصیل دخترانش از جان مایه میگذارد. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارشش درباره اعتراضات سراسری اخیر ایران گفته که توانسته کشته شدن دست کم 304 نفر را تایید کند. آمار قبلی این سازمان که 2 هفته پیش منتشر شد دست کم 208 نفر بود. به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر هزاران نفر هم بازداشت شدند که بعضی از آنها نوجوانند. با گذشت یک ماه از آغاز اعتراضات حکومت ایران هنوز تعداد بازداشت شدگان را اعلام نکرده. فرین آسمی گزارش می‌دهد. داره تفنگ گرفته رو ملت داره میزنه.
ادامه سکوت مقام‌های حکومت ایران درباره تعداد معترضان کشته شده در جریان اعتراض‌های سراسری آبان ماه. حالا سازمان عفو بین‌الملل آمار تازه‌ای منتشر کرده و می‌گوید که توانسته مرگ 304 نفر را تایید کند. آنها در عرض 4 روز از 24 آبان تا 27 آبان کشته شدند. میخوام بهتون نشون بدم که چطوری اینترنت ایران اینترانت شده. حکومت تلاش کرد با قطع اینترنت و سکوت درباره آن این آمار و سرکوب شدید معترضان را مخفی کند. اینترنت در ایران از 26 آبان تا 3 آذر تقریبا قطع بود. Amnesty International gathered its information for this research partly through interviews with سازمان عفو بین‌الملل اطلاعات این گزارش را از طریق مصاحبه با ده‌ها نفر در ایران به دست آورده. آنها یا شاهدانی بودند که در اعتراض‌ها شرکت داشتند یا خودشان بازداشت شده بودند یا بستگان کسانی هستند که در اعتراض‌ها بازداشت یا کشته شدند. ما این اطلاعات را با منابعی در داخل و خارج از ایران بررسی کردیم و با روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر صحبت کردیم. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید بر اساس تحقیقاتش ماموران امنیتی بیشتر به سر، قلب، گردن و دیگر اعضای حیاتی معترضان شلیک کردند. هزاران نفر هم زخمی شدند. بسیاری از آنها شهروندان غیر نظامی بودند. شهروندانی که به گفته عفو بین‌الملل خطر آنی متوجه کسی نمی کردند و نیروهای امنیتی به قصد کشت به آنها شلیک کردند. در این میان عفو بین‌الملل به کشته شدن محمد داستانخواه نوجوان 15 ساله در شیراز اشاره کرده که از مدرسه راهی خانه‌اش بود و در حالی که از کنار معترضان می‌گذشت با شلیک گلوله کشته شد. علیرضا نوری نوجوان 17 ساله دیگری است که در شهریار کشته شده. این نهاد مدافع حقوق بشر از بازداشت هزاران نفر هم ابراز نگرانی کرده. در میان بازداشت شدگان کودکانی 15 ساله هم هستند و در زندان فشرفویه یا زندان تهران بزرگ زندانی‌اند. سازمان عفو بین‌الملل نگران آن است که بازداشت شدگان تحت شکنجه و بدرفتاری باشند. پیش از این حسن خلیل آبادی رئیس شورای شهرستان ری گفته بود امکانات زندان فشرفویه که بیشتر زندانی‌ها در آن نگهداری می‌شوند جوابگوی این حجم از بازداشت شدگان نیست و خواستار رسیدگی به این وضعیت شده بود. سفارش می‌کنیم که زودتر وضعیت شما سرنوشت شما روشن بشه. اما محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران گفته بود بازداشت شده‌ها وضعیت خوبی دارند و او با آنها دیدار کرده. زندان فشرفویه به مکانی برای بدرفتاری با زندانیان مشهور است. حالا عفو بین‌الملل خواستار واکنش جامعه جهانی در برابر نقض گسترده حقوق بشر در ایران شده. We think that the UN Human Rights Council, which is the United Nations top human rights body, ما فکر می‌کنیم که شورای حقوق بشر سازمان ملل که نهاد مهم سازمان ملل است باید جلسه ویژه‌ای برگزار کند. آنها معمولاً 3 نشست سالانه دارند و باید در این جلسه ویژه دستور بدهند که به نقض خیلی جدی حقوق بشر در ایران در مدت کوتاهی رسیدگی شود. ما فکر می‌کنیم که آنها باید از ایران بخواهند نمایندگان سازمان ملل و کارشناسان مستقل حقوق بشر را به این کشور دعوت کنند تا از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها بازدید کنند. UN officials. سرکوب اعتراض‌ها در ایران در یک ماه اخیر در جامعه بین‌الملل بازتاب زیادی نداشته، اما عفو بین‌الملل می‌گوید بدون اعمال فوری فشارهای بین‌المللی هزاران نفر در معرض خطر شکنجه در زندان‌ها خواهند ماند. فرین عاصمی، بی بی سی. شاهد علوی روزنامه‌نگار از واشنگتن با ماست. آقای علوی، شلیک به سر، قلب، گردن و اعضای حیاتی به گفته عفو بین‌الملل، به نظر شما این مأمورانی که چنین اقدامی کردند دستور مستقیم داشتند یا اینکه ناشی از غافلگیری و عدم آموزش لازم برای برخورد با این اعتراضات بوده؟ در حقیقت من باور دارم که اینها غافلگیر نشدن. اینها آمادگی داشتن برای اعتراضها و روز جمعه و صبح شنبه برخوردشون برخورد با استانداردهای حداقل ایران برخورد نسبتاً معقولی بود. این برخوردهای تون از بعد از ظهر شنبه شروع شد، البته غیر از اون مورد جان باختن یک نفر در یاسوج غروب روز جمعه، و عملا مأمورانی بودن که عکسهایی هست، نشانه هایی هست، شواهدی هست که اینها تکتیرانداز بودن، آموزش دیده بودن، با هدف ترسوندن، ایجاد حد اکثر وحشت در مردم، آمدانه و
آگاهانه به سر و سینه مردم شلیک کردن. یک مورد مشخص در شهریار خانم سمسامی ما داریم که خانم سمسامی عملاً اصلا فیلمی که از صحنه جون باختن ایشون وجود داره به روشنی نشون میده که ایشون از درمانگاه از آزمایشگاه کار میکرده، اومده بیرون سر همون خیابون زیر همون تابلو آزمایشگاه با یه همکارش منتظر رسیدن تاکسی بودن. یعنی میشه به صراحت گفت که ایشون معترض حتی نبودن، بر واقعا منتظر ماشین بودن. تکتیرانداز انتخاب میکنه که از این دو نفر رو ایشون انتخاب میکنه، در واقع از بالای بلندی ساختمون احتمالاً به اسم نمازجون خیابون ولیعصر شلیک مونه به فرق سر این خانم و در واقع ایشون بلافاصله مرگ مغزی میشه، بعد در بیمارستان جان میوزه. به این ترتیب آمدانه بوده. من مایلم اضافه بکنم که فقط هم این نیست، بازداشتایی که الان کم کم داره نگرانی درست میشه که این بازداشت جدا از شکنجه که در گذشته شما بهش اشاره شده بود به مرگ منتهی میشه. مورد مشخصی که الان دیگه تایید شده است برای ما ارشاد رحمانیان هست در مریوان، تکنسین اتاق عملی که روز دوم تظاهرات بازداشت شد از اون نیروی امنیتی. این مدت دو هفته هر جا رفتن این چند هفته خونوادش که این کجا هست، چه کارش کردید، کسی پاسخگو نبود. جنازش رو در واقع دریاچه پیدا کردن و الان خونوادش زیر فشارن. مادرش دایه هاجر زیر فشاره که بگه بچه من خودکشی کرده، دعوای خونوادگی اینجا جریان داشته. این موارد نشون میده که بله، آگاهانه یک سیاست در واقع اعمال خشونت و سیاست وحشت در جریان است. عفو بین‌الملل در گزارشش از پدیده ناپدیدی قهری نام برده. فکر می‌کنید که منظور از ناپدیدی قهری یعنی چی و آیا مثالی وجود داره براش؟ بله، به تعریف در واقع کسانی رو که از سوی نهادهای قدرتمند یا دولت‌ها ربوده میشن و از سرنوشتشون به خانواده اطلاع داده نمیشه، در واقع در حقوق بندن دیگه ناپدیدی قهری. در ایران بله، اعدامیهای سال 67 در این کتگوری قرار میگیرن به خاطر اینکه مشخص نیست قبر اینها کجا هست، در چه شرایطی اعدام شدن، کجا به خاک سپرده شدن. در این مقطع هم بله، افیدن معتقد هست کسانی که جنازه‌شون تحویل داده نشده، کسانی که بازداشت شدن اما مشخص نیست چه نهادی بازداشت کرده، اینها در این کتگوری قرار میگیرن و عملا ناپدیدی قهری هستند و این نگرانی وجود داره که اینها جونشون رو از دست داده باشن. متشکرم. شاهد علوی، روزنامه‌نگار از واشنگتن با ما. همونطور که پیشتر گفتیم هنوز آمار رسمی از اینکه چند نفر بعد از شروع اعتراضات سراسری در ایران بازداشت شدند اعلام نشده. در همین حال بازداشت‌ها کماکان ادامه دارد. بعضی از افرادی که در این مدت در زندان بودند به BBC فارسی گفتند که در بازجویی‌ها تحت فشار بودند و با آنها با خشونت رفتار شده. فرنوش امیرشاهی نگاهی کرده به وضعیت بازداشتی‌های اعتراضات آبان ماه در ایران. کتک ها، بیشتر این آزارهای روحی توی کلانتری بود، خیلی عوضی های 18 سال بودن. صدای یکی از بازداشت شدگان اعتراض های آبان ماه زندان فشاپویه، 18 سال بودن و توی کلانتری به اونا میگفتن که شما کارتون تمومه، شما میفرستن یه جایی که هیچی نتونه شما رو پیدا کنه. یک ماه بعد از اعتراض ها نه تنها تعداد بازداشت شدگان بلکه شرایط نگهداری آنها در زندان ها و بازداشتگاه ها نامشخص است. زنو دارم میکشن اینجا بی ناموسا. از اولین روزهای اعتراض هایی که به سرعت فراگیر شد، خانواده های زیادی بلا تکلیف و نگران به دنبال خبری از زندانیان بودند. تا اونجا که دیدم یک شلوغی و ازدحام خیلی عجیبی جلوی زندان و دادسرا هستش. چندین ساعت اونجا خانواده ها وقت صرف میکنن، خب خیلی هاشون ناکام برمیگردن. همه اینها در شرایطی است که بازداشت ها همچنان ادامه دارد. من خودم روز دهم چند نفر دیدم که گفتم شما تازه اومدین، گفته شعار ما رو اسم ما رو بردن و اومدن در خونه ما رو گرفتن. تیر مستقیم مردم، شلیک مستقیم مردم. به گفته کسانی که از زندان آزاد شدن، بازجویی ها توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه صورت گرفته. به شخص منو به جز چند تا سیلی و حرف و اینها خیلی اذیت نکردم، ولی من خودم دیدم بچه‌هایی که پاهاشون ورم کرده بود، صورتاشون یا دماغ حتی مثلا در حد شکستگی بودش، بسیار ورم کرده بودش، اونها رو من دیدم که توی اعتراض سپاه به شدت سخت گذشته بود. تعدادی از کسانی که بازداشت شدند میگویند بازجو به دنبال اعتراف دستگیر شدگان به ارتباط با جریان‌های سازمانیافته در اعتراض‌ها و همینطور فعالیت آنها در شبکه‌های اجتماعی بوده. کاغذی دستشون بود که ادعا داشتن حکم هستش و وقتی خوندیم دیدیم که کاملا کلی هستش. توش به صورت کلیات خیلی از اتهامات و جرائم رو نوشته بود
و هیچ نام مشخصی هم داخلش نبود. فقط یه سری از اتهاما و جرائم نوشته بود توش و هیچ ربطی به شخص خاص یا اتهام خاصی اصلا نداشت. بسیاری از دستگیر شدگان این روزها بدون وکیل و بدون آگاهی از وضعیت و حقوق خود پشت میله های زندانن. این سو هم خانواده های نگران و چشم انتظار. خیلی هم بچه‌ها هیچ کاری هم نکرده بودن، میگفتن ما الان اومدیم اینجا بدون اینکه کاری انجام بدیم، ولی الان این زندان سازی کشور رو داریم میبینیم، به سمت زندان سازی میره و فهمیدیم واقعا چه خبره. اگه یه بار این اتفاق بیفته ما این دفعه واقعا هدفدار میمونیم توی خیابون. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. یکی از معاونان سازمان بیمه سلامت ایران میگویند مراجعه به پزشک نسبت به پارسال تقریبا 30% کمتر شده. به گفته کوروش فرزین، افزایش شدید نرخ خدمات پزشکی باعث شده مردم برای مشکلات عادی مثل سرماخوردگی به پزشک مراجعه نکنند مگر اینکه مشکلشان حاد شود. پیشتر خبرگزاری فارس هم گزارش داده بود که بخش قابل توجهی از مردم توان مالی مراجعه به پزشک را ندارند و به خود درمانی رو آوردند. یک عضو اتاق بازرگانی تهران میگوید آمریکا به چند شرکت دارویی اجازه داده تا به ایران غذا و دارو صادر کنند. به گفته علیرضا کلاهی، وزارت دارایی آمریکا موافقت کرده که این شرکت‌های آمریکایی با دو بانک ایرانی مبادلات مالی داشته باشند. او از این دو بانک اسم نبرده. آقای کلاهی هشدار داده که اجرا نشدن قانون مبارزه با پولشویی ممکن است واردات غذا و دارو به ایران را مشکل کند. در ولایت پکتیکا در شرق افغانستان، یک مرد از چند سال پیش روزانه 12 کیلومتر راه می رود تا 3 دخترش را به مدرسه ببرد. او ساعتها پشت در مدرسه منتظر می ماند تا درس دختران تمام شود و دوباره آنها را تا خانه همراهی کند. میا خان در گفتگو با بی بی سی از مردم خواسته که اجازه دهند دخترانشان درس بخوانند. روین رهنوش از کابل گزارش می‌دهد. قصه این مرد از دیگران جداست. او همه روزه هزاران متر پیاده می رود تا دخترانش بی سواد بار نیایند. این پدر در راه آموزش دخترانش احساس خستگی نمی کند. او آرزوهای بلندی هم برای دخترانش دارد. هر بار که دکتری به اینجا می آید دوباره می رود و ما مشکلات زیادی داریم. می خواهم دخترانم دکتر شوند و به مردم پکتیکا خدمت کنند. خوشبخت هستند که اجازه آمدن به مکتب را دارند. شانسی که بسیاری از دختران در ولایت پکتیکا از آن محرومند. دختر کلان خانواده دوره رهنمایی یا متوسطه است. نگران است که درسش ناتمام بماند. پدرمان پیر شده و شاید نتواند با ما برود. باید اینجا نزدیک به ما مکتب ساخته شود تا ما بتوانیم با آموزش ادامه بدهیم. دیگر دختران هم باید درس بخوانند. پدر روزی طبق معمول منتظر است، اما این بار می‌خواهد ثمر یک سال رفت و آمدش را ببیند. امروز نتایج امتحان سالانه اعلام شده. لبخند رضایت از نتیجه‌ای که به دست آمده. روزی و ساهره به صنف 8 و جنته به صنف 6 کامیاب شدند. کم نیستند دخترانی که رفتند به مکتب برایشان آرزو باقی میماند. به اساس آمار وزارت معارف بیش از 2 میلیون کودک دختر در افغانستان به مکتب نمی روند. 60% همه کودکان محروم از آموزش. احترام به دلیل بدامنی و سنت های دست و پاگیر. روین رهنوش، بی بی سی، کابل.